بارم خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز یکشنبه ششم ماه دلو سال 1398 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. اعلام آمادگی عبدالله عبدالله برای گفتگوهای بی قید و شرط با طالبان. قید و شرط نمیگذارید. البته اگر آتش بس امروز صورت بگیره این 100% به نفع مردم افغانستان میدونه. ماتم شدن دادگاه عالی و پاسخگو نبودن در برابر رسانه ها. در گرفتن اطلاعات از دادگاه عالی با مشکل مواجه هستیم. فقط چه خبری الان خبر ریپورتر وقت که دوی نظری که چه اطلاعات ورکی. جان باختن 7 از یک خانواده در گمره هوایی نیروهای دولتی در ولایت بلخ. سرد به موج بمبار خطا که ورور کی افسر دې تیر شي تیر بیر شي تیاری او دلته دا شکه د پاسه ورته بندې کړې دوه دانې زخمیان دي چې هغه درنګلو او هغه کې چور کې ما شومان چې ورسره هغه غوښتل ټول نشو کړل خار ما غوښتل کوټه کې پاتې شو. تاخیر چندین بار آغاز کار عملی پروژه تاپی در کشور. با حضور نظامیان چینی در شهر وهان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پس از شرط گذاشتن رئیس جمهور غنی بر آتش بس پیش از آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، عبدالله عبدالله گفتگوهای بی قید و شرط را با طالبان اعلام کرد. آقای عبدالله می گوید که صلح در انحصار ارگ نیست و نباید به خاطر کرسی ریاست جمهوری در برابر یک روند ملی مانع ایجاد کرد. در این حال دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در واکنش به تقرری های پسین از سوی رئیس جمهور غنی می گویند که در برابر دوام این وضعیت ایستادگی خواهند کرد. از سوی هم محمد محقق هشدار می دهد که برایند انتخابات پر از تقلب به ایجاد یک بحران در کشور منجر خواهد شد. خالد نگزاد گزارش می دهد. گفتگوهای صلح با طالبان، تقرری های پسین از سوی رئیس جمهور و شفافیت در نتایج انتخابات ریاست جمهوری محور بحث این نشست دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی است. عبدالله عبدالله در واکنش به وجود مخالفت ها بر کاهش خشونت گفتگوهای بی قید و شرط با طالبان را یگانه راه رسیدن به صلح می داند. قید و شرط نمیگذاریم. البته اگر آتش بس امروز صورت بگیره این 100% به نفع مردم افغانستان می دانیم. اگر فردا صورت بگیره یک لحظه از درد و رنج مردم افغانستان کم شود او را به خیر مردم میدانیم و او را زمینه ساز میدانیم برای موفقیت مذاکره. آقای عبدالله تقرری های پسین از سوی رئیس جمهور را نقض توافقنامه حکومت وحدت ملی میداند و هشدار میدهد که در برابر این وضعیت ایستادگی خواهد کرد. این را به خاطر حفظ نظام میکنیم این کارا، به خاطر حفظ ثبات میکنیم. میره اگر او باز و مذاق از اونها خوش نمیخوره و بهانه دیگه به دستشان میده و کار خودشان است. بدانند که نتیجه اجراعات یک طرفیشان چی است و بیشتر از این تعامل نمیشه. شما شرکای برحق حکومت هستین. شما حکم بتین بصفت والی، بصفت وزیر، بصفت معین تطبیقش مردم خودش میکنه، مطمئن باشین. در همین حال شمار دیگر از شرکت کنندگان این نشست میگویند که اگر کمیسیون شکایت های انتخاباتی آرای پاک را از ناپاک جدا نکند نتیجه پرتقلب انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتنی نخواهد بود. اگر تقلب باز هم بر افغانستان اعلام میشه و میخواه حاکم شوه هم دموکراسی از بین میره، هم ثبات و امنیت از بین میره. دیگر مردم افغانستان این تقلب نمیپذیره و بحران یقینی پدید میاد. این گرانی ها پس از آن ابراز می شوند که با گذشت نزدیک به 4 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نتیجه نهایی این انتخابات تا کنون روشن نیست. باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ از جان باختن 7 غیر نظامی در یک حمله هوایی نیروهای دولتی انتقاد می کنند. آنان می گویند که 7 عضو یک خانواده به شمول 3 کودک نیمه های دیشب در روستای بوکای ولسوالی بلخ در یک حمله هوایی نیروهای دولتی جان باختند. آنان از حکومت می خواهند که این رویداد را بررسی کنند. در این حال وزارت دفاع ملی می گوید که گروه حقیقت یاب به محل فرستاده شده است. عارف مصوی در این باره گزارش فرستاده است.
پیکرهای هفت عضو یک خانواده را اینجا در مرکز ولسوالی بلخ آورده اند. می گویند که در یک حمله هوایی نیروهای دولتی در روستای بوکه ولسوالی بلخ جان باختند. سرد با موچ بمباری خطا که ورور خیاب سردش تیری شوی تیری بیر شو تیاری او دلتا داشکی دا پاس ورطا بندی کلی روڑی آچه والا دیگی نایا آچه والا پاس نا بم پیرا خطا کرده و زای پده ما تقا کرده و ما شما پا کورده که قتل کرده و دا حقا مرمی حقا کالتو سونه دیسی دا دغا ظالمانو دغا وحشی ولو زناورو لخوانه د هلیکوپتر لخوانه پا مغب مظلوم ملت باند استعمال سوی دی. محمد غنی در سوگ از دست دادن هفت عضو خانواده اش اشک می ریزد. می گوید که تمامی جان باختگان زنان و کودکان هستند. دو تن زخمیاندی چاغه درولو و هغه کی چورکی ما شومان چورک شغه دغه کی راتول نشو کړل خارو ماغه کوټه کې پد اوس په پلاستو کې ده ګوره نه نه پر نه لاس هاوان تا وای ولای ښا ولی ما کوم ده غوړای نه غوړو دا خلک نه پرد مار من دانه غوړو نور. شماری از نمایندگان بلخ در مجلس نمایندگان میگویند که این عملیات در بخش‌های زیر اداره حکومت بوده است. آنان کشتن غیر نظامیان را در عملیات‌های هوایی نیروهای دولتی پذیرفتنی نمی‌دانند. تر غور چه دی بد پیخه دی ستر جنایت عاملین دی قانون منگول تا و نسپارل شی زلستاسو بچان که ولالیم لدی پارلمانم تیریم او دی حکومت بسد در طول دریگو. وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه ای می گوید که گروه حقیقتیاب برای بررسی این رویداد به محل فرستاده شده است و در صورتی که نتیجه گروه بررسی کننده نشان دهد که در این رویداد به غیر نظامیان آسیب رسیده است، آن را به گونه جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد. گروه از مقام های پیشین و سیاستگران کشور طرح مصالحه ملی را برای پیش برد گفتگو صلح آماده ساختند. شمار از کسانی که این طرح را ساختند می گویند که نهاد جامعه قلب آسیا این طرح را پس از رایزنی با رهبران سیاسی، سیاستگران و نهادهای جامعه مدنی آماده ساختند. اعضای این گروه می گویند که حکومت افغانستان، احزاب و جریان‌های سیاسی کشور می توانند بر بنیاد این طرح با طالبان بینشینند و گفتگو صلح را به پیش ببرند. این گروه می گوید که در انتظار رئیس جمهور غنی هستند تا درباره این طرح با وی نیز رایزنی کنند. انیسا شهید در این باره گزارش دارد. گروه از سیاستگران و مقام‌های پیشین حکومت در 3 ماه گذشته طرحی را برای گفتگوهای صلح آماده ساختند. کلیاتش بمیست که تمام طرف‌های درگیر جنگ باید از نمایندگی خوب از افغان‌ها کنند، باید در مذاکرات بین الافغانی در مقابل طالبان امی یک گروه 6 تا باشه. بانک اعضای این گروه درباره جزئیات این طرح چیزی نمیگویند، اما منابع میگویند که ایجاد یک ساختار نو برای تصمیم گیری ها درباره صلح در این طرح پیشنهاد شده است. من امیدوار هستم که آقای اشرف غنی را قبول کنه. اگر قبول نکنه من فکر میکنم که آقای اشرف غنی خودش خود تجرید میکنه و تنها میمانه. طرح افغانستان شمول بسازه که برای مذاکرات بین افغانی ما از یک موقف واحد یا از یک طرح واحد باید وارد مذاکرات بین افغانی شه. از سوی دیگر ریاست جمهوری از دیدار رئیس جمهور غنی با راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل و جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان در ارگ ریاست جمهوری سخن میزند و میگوید که آقای میلر گفته است که گفتگوهای نمایندگان وزارت خارجه آمریکا با طالبان در قطر ادامه دارند و اگر در این گفتگوها به پیشرفت برسند زلمه خلیلزاد به کابل خواهد آمد. طالبان خودشان علاقمند به آوردن آتش بس هستند، ولی بعد از امضای قرارداد خروج نیروهای خارجی از افغانستان. شماری از سیاستگران به شمول رئیس شورای عالی صلح، رئیس اجرایی و حامد کرزی در نشستی در خانه محقق بر ایجاد صلح در کشور تاکید ورزیدند و بیان که از رئیس جمهور غنی نامی ببرند گفتند که هیچ کسی نمیتواند در برابر صلح مانع ایجاد نماید. شمار از خبرنگاران دادگاه عالی را از بهر اطلاع ندادند. درباره کارهای نهاد بر رسانه ها به انتقاد میگیرند. این خبرنگاران میگویند که برای جا دادن دیدگاه دادگاه عالی در گزارش هایشان روزها و هفته ها منتظر میمانند، اما کسی از دادگاه عالی به پاسخدهی برای آنان حاضر نمیشوند. در این حال که میسون حق دسترسی به اطلاعات بر مکلفیت دادگاه عالی از بهر اطلاع دهی بر رسانه ها و مردم تاکید میورزد. تمیم حمید گزارش میدهد.
در یک سال اخیر پرونده های از لوی سارن والی به دادگاه عالی فرستاده شدند و یا هم موضوعات دیگری بودند که رسانه ها در پیگیری آنها به دیدگاه دادگاه عالی نیاز داشتند. اما به گفته خبرنگاران، به علت عدم اطلاع دهی دادگاه عالی در این زمینه ها، کارهای آنان ناتمام ماندند. قضیه کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به اتهام بدرفتاری با دختران فوتبال باز، قضیه تمیم شنسب مردی که پارسال در شهر نو با نیروهای امنیتی درگیر شد و به چند جرم به شمول قتل متهم است و قضیه انتقال پول بر بنیاد یک سند غیررسمی از بانک مرکزی به وزارت مالیه و با نظر رئیس دادگاه عالی از همین رویداد هستند. در گرفتن اطلاعات از دادگاه عالی با مشکل مواجه هستیم و چندین بار با آقای ایمان که سخنگوی نهاد است تماس گرفتیم. با انتظار ماندن 4 روز تا نتونستیم اطلاعات بگیریم. فقط چې خبري اعلان غواړي په ډیر وخت کې دوی ناظریږي چې اطلاعات ورکړي چې خبري اعلان په دغه برخه کې ډیر ستونزې سره مخامخ دي. این نامه رسمی به روز 4 مای سرطان امسال از سوی دادگاه عالی به کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات فرستاده شده است. در این نامه، شورای عالی دادگاه عالی بر اطلاع رسانی برای همگان درباره کارهای محاکم در پایتخت و ولایت ها تاکید کرده است. نه تنها اینکه خود ستر محکمه باید اطلاعات نشر کنه و در اختیار مردم قرار بده، به تمامی محاکم افغانستان اصرار کرد که باید امرای مردم اطلاع دهی داشته باشند، با مردم دیدار داشته باشند و در زمینه تأمین دسترسی به اطلاعات همکاری جدی کنند. درباره این گزارش نیز دیدگاه دادگاه عالی به دست نیامد. سخنگوی دادگاه عالی در پاسخ به پرسش‌هایی که مطرح کرده بودیم به ما گفت که وی در یک نشست رسمی است و بعد تماس خواهد گرفت. پاسخی که خبرنگاران دیگر نیز میگویند بارها آن را از بخش رسانه‌های دادگاه عالی دریافت کردند. در یک درگیری بر سر زمین و آب میان باشندگان روستای خیرآباد ولسوالی 4 آسیا به ولایت کابل، دو برادر جان باختن و یک برادر دیگرشان زخم برداشته است. پدر پسران جان باخته هشدار میدهد که اگر حکومت عاملان قتل پسرانش را بازداشت نکند و به کیفر نرساند دست به هر اقدام خواهد زد. در این حال برادر زخمی این دو تن ادعا دارد که قاتلان با مسئولان حکومتی شناخت دارند و به اتهامات نادرست یک برادر دیگرشان را نیز به زندان انداختند. مسعود انصار گزارش میدهد. الله سه تا بچه مول زده بود. مادری که در میان دو جسد پسرانش گریه و ناله می کند. یگانه خواستش زیر پایگرد قرار گرفتن عاملان قتل دو پسرش است. الله در گیرم بطه من خدا می سرم. الله غرغریش می کنم امتا. علت جان باختن این دو جوان اختلاف ها بر سر استفاده از آب و زمین در روستای خیرآباد ولسوالی 4 آسیاب کابل گفته می شود. این اختلاف ها از 2 سال به این سو ادامه داشته است که در فرجام جان این دو جوان را گرفت. پرون رئیس دی ما زمان شهیدان دی پراته دی او نپر و نپر تختیدری دی دا سنگ دولت دا سنگ ولسوالی دا سدا دزگیری گینه ولی دزگیری گینه. این هم پسر دیگر این خانواده است که در کمین دشمنانشان زخم برداشته است. او هشدار می دهد اگر قاتلان برادرانش بازداشت نشوند دست به هر کاری خواهد زد. من لاړو ماما مې مړو جنازې ته ورغللو ما مې ابل ماما ته ویل مالې منځو مالې دوی دغه سکسه کېږي دم هغه راته ویل وایزه یې ښایي دغسې موږ لاړلو څه لاړلو د هلته کمین راته نیولی وه 3 میله غټه سله وه 3 میله وړه. یک پسر این خانواده به اتهامی که از سوی دشمنانشان بر آنان زده شده است به 10 سال زندان محکوم شده است. اکنون کسانی که این دو جوان را به قتل رسانیدهاند فراریستند. پلیس کابل از شناسایی عاملان این رویداد سخن میزند و میگوید که به زودی بازداشت خواهند شد. برای نخستین بار مرکز آزمایش DNA در تبلدی افغانستان ایجاد شد. وزیر صحت آمد در مراسم گشایش این مرکز میگوید که پیش از این سالانه در حدود 100 آزمایش DNA و بیرون از کشور حتی تا کانادا فرستاده میشد. در این حال عبدالله عبدالله در حالی که به تامین امنیت کارمندان مرکز آزمایش DNA تاکید میورزد میگوید که این مرکز در تامین عدالت نقش بنیادی دارد و باید از هر گونه اعمال نفوذ دور نگه داشته شود. ادامه خبرهاست طلو و طلو نیوز.
حکومت چین شمار بیشتر از نیروهای ارتش این کشور را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به شهر ووهان فرستاده است. حکومت چین جان باختن 56 تن را در نتیجه این ویروس تایید میکند و میگوید که بیشتر از 2000 تن دیگر هم به این ویروس دچار هستند. رئیس جمهور چین میگوید که این کشور اعضای وخیمی دارد. از سوی هم کانادا نیز نخستین رویداد مبتلا به این ویروس را در این کشور تایید کرده است. در پی افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین، شمار بیشتری از نیروهای ارتش این کشور به شهر ویروس زده ووهان فرستاده شدند. آنان دارو و مواد خوراکی را به این شهر رسانیدند و با پزشکان محلی کار میکنند تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند. ووهان به ما نیاز دارد، از همین رو ما به اینجا آمده ایم. شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین در نشست مقامهای بلندپایه این کشور گفته است که اوضاع چین بحرانی است. همکنون بیش از 10 شهر چین در قرنطین به سر میبرند. رفت آمد مسافران به بیجینگ پایتخت چین نیز ممنوع شده است. اکنون بسیاری از بیماران در سطح متوسط بیماری قرار دارند. شمار بیماران وخیم بسیار اندک است، اما این اوضاع تغییر می کند. باید از وخیم تر شدن اوضاع بیماران جلوگیری کنیم و تلاش ها را برای جلوگیری از گسترش ویروس افزایش دهیم. ویروس کرونا ماه گذشته در چین شیوع پیدا کرد، اما از هفته گذشته به این سو چندین تن در ایالات متحده، فرانسه، استرالیا، کانادا، مالیزیا، تایلند و برخی از کشورهای دیگر نیز به این ویروس دچار شدند. پزشکان که به دنبال یافتن داروی برای نابودسازی این ویروس هستند میگویند که شستن دستها و دوری از گردهمایی ها بهترین راه های جلوگیری از دچار شدن به ویروس کرونا هستند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. مراسم بزرگداشت از روز جمهوری هند یا 71 سال روز تصویب قانون اساسی این کشور روز یکشنبه در دهلی نو برگزار شد. در این مراسم هزاران تن از شهروندان هند شرکت کردند و جایر بولسونارو رئیس جمهور برازیل مهمان ویژه این مراسم بود. شرکت هواپیمایی بوئینگ تازه ترین هواپیمایش را که 777X نام دارد موفقانه آزمایش کرد. این هواپیما بزرگترین هواپیمای مسافربری دو ماشینه است و گنجایش 384 مسافر را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک پیام توییتری به زبان فارسی گفته های وزیر خارجه ایران را درباره ملغا شدن تحریم های آمریکا بر ایران رد می کند. جواد ظریف گفته بود که اگر آمریکا تحریم هایش را در برابر ایران برچیند، با وجود کشته شدن قاسم سلیمانی، ایران شاید با آمریکا گفتگو کند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. کارعملی پروژه توپی در افغانستان یک بار دیگر با تأخیر روبرو شده است. اعضای شبکه نظارت از منابع طبیعی می گویند که تاکنون گذشته از تصویب نشدن قانون استملاک زمین های مسیر پروژه توپی، کارهای بسیار زیاده هستند که از سوی حکومت انجام نشدن و این همه سبب تأخیر در آغاز مرحله ساختمانی لوله گاز ترکمنستان در افغانستان شده است. وزارت معادن نیز میپذیرد که تاکنون شمار از تفاهم‌نامه های ضروری برای آغاز به کار این پروژه امضا نشدند. زبی جهان مال گزارش می دهد. شبکه نظارت از منابع طبیعی می گوید که تا 6 ماه آینده هم کار ساختمانی پروژه تاپی در افغانستان آغاز نخواهد شد. مشکلات در استملاک زمین های مسیر این لوله گاز، امضا نشدن تفاهم نامه های گوناگون برای ساخت این لوله گاز و خرید گاز از این لوله از علت هایی اند که به گفته مسئولان شبکه نظارت از منابع طبیعی سبب تأخیر در آغاز کار ساختمانی این لوله گاز در کشور شده است. قانون را توشیح میکنه یا پارلمان باید قانون را توشیح بکنه و پارلمان هم بسیار مصروف فرامین تقنینی سابقه رئیس جمهور است. من فکر میکنم که حداقل تا 6 ماه زمان به شکل طبیعی و نرمالش لازم خواهد بود که ما از این مرحله گذر بود. بر بنیاد زمان بندی مرحله تطبیق پروژه تاپی در افغانستان سال 2017 میلادی تعیین شده بود، اما این زمان
سه سال با تأخیر روبرو شد. سال گذشته وزارت معدن از آغاز کار ساختمانی پروژه تاپی در کشور در آغاز سال 2020 میلادی خبر داد. اما اکنون یک بار دیگر به نظر می رسد که این پروژه به زودی آغاز نشود. مونگا څلور تفاهم لیکونه وړي ژر امضا کو چې پاغې کې تر ټولو مهم د میزبان هیوا تفاهم لیک دی چې دا غي وروسته به په افغانستان کې د کنستراکشن چاري یا د سخت ساس چاري پیل شي. اگر پروژه های ایوازی به این پروژه وجود داشته باشه، چانس ازی که این پروژه ناکام شوه، چانس ازی که این پروژه به جای خود باقی بانه و ایوازش پروژه های ایوازی تطبیق شوه بسیار زیاد بلند است. این در حال است که چند پیش رئیس جمهور ترکمنستان از مقام های این کشور خواست تا برای شدت بخشیدن کار پروژه تاپی بیشتر کار کنند. شما را از آگاهان کندکاری های وزارت معادن را در بخش عملی ساختن پروژه تاپی به تداوم سرپرستی و ضعف مدیریت در این وزارت پیوند می دهند. با این هم نرخ شما را از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال بانوان کشور امروز در 30مین بازیشان در رقابت‌های قهرمانی فوتسال بانوان مرکز آسیا شام امروز برابر ازبکستان به میدان رفتند. پیش از این بانوان ملی پوش کشور در برابر کازاخستان و ایران تن به شکست دادند. نخستین کارگاه آموزشی درجه یک فوتسال آسیا روز گذشته در کابل به پایان رسید. این کارگاه 5 روز پیش با شرکت 20 مربی فوتسال از مرکز و ولایت کشور زیر نظر مدرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا آغاز گردیده بود. هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آگاهی مربیان فوتسال کشور با شیوه های تازه مربیگری گفته شده است. سومین دور رقابت های مبارزات آزاد با قهرمانی ورزشکاران ولایت بغلان به پایان رسید. این رقابت ها با شرکت ورزشکاران 7 ولایت به میزبانی ولایت بغلان برگزار شده بود. هدف از برگزاری این رقابت ها دوری جوانان از مواد مخدر گفته شده است. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.